خب سال 2017 به پایان رسید و تعطیلات سال نو میلادی فرصت مناسبی بود برای اونا که نمیخوان برن مسافرت تا بشنن جلوی تلویزیون و فیلم تماشا کنن. خب البته اینم میشه، اما علیرضا واصفی از این فرصت استفاده کرده برای اینکه تا میتونه گیم بازی کنه و حاصل شده این گزارش. فاینال فانتزی یکی از پرفروش‌ترین سری بازی‌های کامپیوتریه. هم برای طرفداران دوآتیشه، هم برای دفعه اولی‌ها بازی با این ادعا شروع میشه. اولین بازی فاینال فانتزی 30 سال قبل ساخته شد و این 15مین بازی مجموعه ژاپنیه. داستان فاینال فانتزی 15 ماجرای شاهزاده نوکتیس با سه تا رفیق هم قسمشه. اونا برمیگردن به قصر تا تاج و تخت پادشاهی رو از اهریمنی که شاه رو ترور کرده پس بگیرن. تو این بازی 4 تا کاراکتر داریم با توانایی‌های خاص و حرکت‌های مخصوص و ابزار مختص به خودش. نوآوری، جذابیت‌های بستنی و موسیقی جزو نقاط قوت این بازیه. تصاویر گرافیکی خیلی واقعیه. شخصیت‌ها هم فوق‌العاده خوش‌تیپ. محیط و نقشه بازی خیلی بزرگه و برای جابجایی و رفتن به مأموریت‌های مختلف میشه از ماشین، پرواز، فاست ترافل استفاده کرد. و همینطور این موجود جذاب و دوست داشتنی، چوبوکو. هر جا از انمی کشتن خسته شدید میتونید برید ماهی گیری. بعضی از این ماهی ها واقعا کار سختی گرفتنشون، ولی به جایزه‌ای که میده میارزه. یا میتونید برید عکاسی بکنید، آشپزی بکنید، از این ماشین های بازی استفاده بکنید. این ماشین ها یه جایزه هایی میدن که در حد جایزه هایی هستش که باید از غولای توی سیاچال تو 100 طبقه زیر زمین بگیرید. اگه جیگر شرط‌بندی دارید میتونید بیاید اینجا تو لوژ واسید و روی این هیوله‌ها شرط‌بندی کنید. اما برای پیرمردی مثل من آخر خلافم این مسابقات چوبوکو سواری. از سرم هم زیاد اعصابم نمیکشه. از نقاط ضعف این بازی این هستش که شما بعضی وقتا احساس میکنید که نمیتونید کاراکترتون رو اونجوری که دلتون میخواد کنترل بکنید. بعضی وقتا این دوربین و حرکتش دستتون رو تو پوست گردو میذاره. فاینال فانتزی هم از نظر تجاری هم از نظر منتقدان موفق عمل کرده. بین ده ها نقدی که از سایت‌های معتبر بازی‌های ویدیویی خوندم به طور متوسط این بازی نمره 8.1 گرفته. اومدن بازی آنچارتد به بازار از خیلی از جهات بدترین اتفاق برای ویتا بود. تا سالیان سال هیچ بازی به پاش نمی‌رسید. تا اینکه کیلزون مرسنری همه چیزو عوض کرد. نه تنها به عقیده اکثر منتقدان بهترین بازی فرست پرسن شوتر ویتا است، بلکه کیفیتش هم به خوبی بازی‌های کنسوله. از نظر بصری، صوتی و گیم پلی همونقدر قویه. موتور این بازی همون موتور کیلزون 3 هستش که برای کنسول نوشته شده. تو این بازی شما یه سرباز مزدورید که تقریبا دست به هر دکمه‌ای که بزنید دلار میشه. البته دلار توی این بازی همون امتیازه که باهاش میتونید اسلحه و تجهیزات بخرید. این بازی هم به صورت انفرادی هم به صورت مالتی پلیر انجام میشه. وبسایت گیم اسپات از 10 نمره 7 به این بازی داده. اگر علاقمند به ژانر وحشت هستید، احتمالاً از این بازی خوشتون میاد. هم میتونید روی PS4، هم Xbox One
و هم VR بازیش کنید. این بازی گرافیک خوبی داره و صحنه پردازی و نور پردازیش خیلی دلهره‌آوره. البته بیشتر از اینکه مجبور باشید با دشمنها و هیولاهای توی بازی بجنگید، باید معماهای داخل بازی رو حل کنید و یه جورایی ماجراجویی کنید. توی این بازی باید منتظر هر چیزی باشید. اتفاقات دلهره‌آور، وحشتناک، چندش‌آور. VR شما رو میذاره وسط این بازی وحشتناک. هدفگیری باهاش خیلی خیلی راحت تره. حس میکردم هر لحظه ممکنه یه هیولا بپره جلوم و این هیجان و ترس بازی رو برام بیشتر میکرد. یکی از اشکالات VR این هستش که خیلی مدت زیادی نمیشه باش بازی کرد. بعد از یه مدتی که برای هر آدمی فرق میکنه، احساس تهوع و سرگیجه ممکنه اذیتتون کنه. این بازی پایان ثابتی نداره. نسبت به انتخابای شما و نوع بازی که دارید آخرش فرق داره. وبسایت معتبر IGN به این بازی 7.7/10 داده. اگه نظر منو میخواید، من 8.7/10 به این بازی میدم.